لی آریا آگاه رابطه بین الملل از استانبول ترکیه با ما است و در این رابطه صحبت میکنیم سلام به شما قای آریا شبتون بخیر خیلی خوش اومدین به برنامه این خستین مورد نیست که رهبران دنیا مخصوصا ناتو از تعهدش به افغانستان صحبت میکنه در حالی که وضعیت در افغانستان طور دیگر است سیگار گزارش پخش کرد که حدود 50 درصد اراضی افغانستان در دست طالبان است حالا تحلیل شما از این صحبت ها و واکنش چی است با عرض سلام خب نفس تعهد نسبت به افغانستان چیز جدیدی نیست در 16 سال گذشته جریان داشته و همچنین ادامه خواهد داشت ولی مشکل در نحوه عملی شدن این تعهدات و نحوه اجرای شدن این تعهدات است که ایو برمگرده تا قسمت زیادی به خود افغان ها به خود دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان و نحوه عمل کرده نهادهای های مختلف دولتی که اجرا کننده قدرت ملی به اصطلاح در, در, کشور هستند و همچنین عوامل منطقی البته بسیار خوب حالا مشکل در چی است انسجام کلی وجود نداره در هم پیمانانی که با افغانستان متحد هستند یا پراگندگی هایی که در داخل افغانستان هست این موارد را نتانسته که در یک سمت سوی مشخص مدیریت بکنه بیشتر مشکل برمیگرده به خود دولت افغانستان و مثالی که در داخل افغانستان جریان داره و عدم انسجام و اتحاد و پراکندگی صداها و متفاوت بودن صداهای مختلف که از افغانستان شنیده میشه و در تا که ارتباط میگیره به جامعه جهانی هرچند که اشتباهات به حال متعدد اینا مرتکب شدن در روش شک نیست در سالهای گذشته ولی انسجام لازم وجود داشته <applause> مشکل اصلی این است که دستگاه دیپلماسی افغانستان یعنی عملکرد دیپلماتیک دولت افغانستان تنها هدف ما در این سفارت های وزارت خارجه نیست بلکه کل دولت در 15 16 سال گذشته و همچنین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که او انسجام لازم را داشتن هرچند که تعهد لازم در بینشان در قبال منافع ملی افغانستان وجود داشته و تا جایی که ارتباط به بود منطقی میگیره ببینید شما کشورهایی که تا دیروز حداقل در موزگیری در جبهه مخالف طالبان قرار داشتن امروز تبدیل شدن به, به نوعی به حمایت کننده از, از طالبان من جمله روسیه و, حتی ایران به عنوان نمونه و خود رابطه بین روسیه و پاکستان همچنین در اینج مطرح هست و تحولات جدیدی که فعلا در حال در امریکا جفت شده با روی کار آمدن حکومت جدید که همه چیز رو در ارتباط با افغانستان و منطقه در حاله از ابهام قرار داده هرچند که ما اگر به ابراز نظرهای مقامات نظامی امریکا نگاه بکنیم خب تا اندازه میتونیم امیدوار باشیم که همان تعهد گذشته بتونه ادامه داشته باشه برخورد, برخورد, ایال... برخورد ایالات متحده با طالبان ام نظر به اینکه با دایش یک برخورد جدی داشتند نبوده در این مدت چندین سال گذشته هیچگاه طالب را به عنوان تروریست معرفی نکردن یا خطاب نکردن آقای متس هم دیروز گفت که امروز در این کنفرانس گفت که ما با مشخص کرد با دایش مبارزه میکنیم و این مشکل به زودی عمل نمیشه چرا در حالی که افغانستان از نهای طالبان بیشتر متضرر و متاثر هستند نه دایش ببینید با اه اه دیپلماسی که از جانب پاکستان صورت گرفته در سالهای گذشته و همچنین با توجه به واقعیت های خود جامعه ما و واقعیت هایی که در بین پاکستان و افغانستان و مناطق مرزی افغانستان و پاکستان وجود داره جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که در اتحاد با طالبان باید سیاست چماق و هویج داشته باشیم که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم یعنی هم سیاست طالبان تشویق میکردن که بیان پای میز مذاکره و هم در سطح لزوم فشار نظامی رویشان وارد میکردن ولی در ارتباط با داعش این روی کرد وجود نداره توسط <تصفح> غربی ها و این به عنوان یک ایدولوژی بسیار خطرناک میبینن در ارتباط با امنیت کل منطقه و امنیت کل دنیا ولی طالبان رو به این تا اندازه زیادی به نتیجه رسیدن که اینا میتونند یک, یک تهدید محدود منطقه‌ای باشن و اینا میشه که با اینا کنار بیاییم و و تاریک بیشتر اشاره کردم لابی پاکستان در سطح برنولی در در ارتباط بسیار موثر عمل کرده نه. و حتی ما میبینیم که روسیه که در زمان از دشمنان سرسخت طالبان بود فعلا طالب را ترجیح میده به داعش بنابراین این یک از عوامل بسیار مهم هست ولی با توجه به که خود افغانستان هم اگر فراموش بشه میتونه که تبدیل به اگر مهمترین پایگاه نگویه میتونه تبدیل به یکی از مهمترین پایگاه های امن و مناطق امن برای برای داعش در سطح منطقه و دنیا تبدیل بشه با توجه به این مسئله ما میتونیم به حال این نتیجه گیری رو کنیم که غرب در قبال افغانستان حتی اگر مشکل طالب هم از بین بره اگر بالقوه مشکل داعش وجود داشته باشه همچنان متعهد باقی خواهد ماند آن چیزی که مشخص نیست برنامه آقای ترامپ در مورد افغانستان و پاکستان است حادثه اخیری که در پاکستان اتفاق افتید مسئولیت او به دوش حکومت افغانستان انداخته شده این اتهام این موارد چقدر میتونه موضوع را پیچیده تر بسازه و لابی افغانستان را قوت بته که این اتهامات را رد بکنه و امریکا را متقاعد بسازه که مکان اصلی و حامیان اصلی تروریستان چی داعش یا طالب در منطقه پاکستان است خب غربی ها خوشبختانه در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که با پاکستان باید که با جدیت بیشتر برخورد صورت بگیره ولی این به این نیست که ما افغان ها دست روی دست, هم بگ روی دست بگذاریم و بگیم که خب فعلا غربی ها همکار هستن و به اصل قضیه پی بردن مشکل اصلی در اینجاست که پاکستان به مراتب لابی قوی داره در مقایسه با افغانستان در مجابه انتنالی در کشورهای غربی و ما اگر توان نظامی، توان استخباراتی، توان دیپلماتیک و توان اقتصادی پاکستان را مقایسه بکنیم با افغانستان آخرین پرسش را مطرح میکنم آقای آریا حالا با چه چرخش این تعهداتی که داده شدن در این مدت تا در سی چهار سال گذشته و مخصوصا این نشست اگر قرار باشه چرخش را ما در سیاست گذاری ها ببینیم چه عوامل میتونه تاثیر گذار باشه که تعهدات جنبه عملی بگیرن افغانستان از این همه مشکلاتی که از نهای امنیتی داره نجات پیدا کنه ببینید من نفهم که صحبت ما از کجا قطع شد به خاطر مشکل تکنیکی ولی به طور خلاصه می میخواهم اشاره بکنم که بیشتر مسئله و مشکل برمیگرده به خود افغانستان و دولت افغانستان ما تا زمانی که دروازه دروازه خانه رو باز بگذاریم و دزد وارد خانه بشه ما نمیتونیم که دوزد را مقصر بدانیم و تا زمانی که عدم انسجام و عدم وحدت ملی در افغانستان وجود داشته باشه این پراکندگی فیلی و حکومتداری ضعیف و فساد بسیار گسترده ما نمیتونم توقع داشته باشیم که خارجی ها بیان لقمر آماده به دهان ما بکنن و حتی توقع جویدن لقمر هم از اونها داشته باشیم بنابراین در بود داخلی این مشکل است و در بود بیرونی هم البته تا جا که پاکستان هست مشخص هست که مشکلات به چین بوده در سالها گذشته ولی فعلا ما پاکستان های دیگری هم داریم که متاسفانه افسوده شده و عبارت هست از بخصوص کشور روسیه سپاسگزار از شما از حضور شما آقای آریا.